بینندگان عزیز، خبرهای اعتراضی امروز رو از جنوبی ترین نقطه میهنمون یعنی استان هرمزگان آغاز میکنیم. روز پنجشنبه کارگران راه آهن بندرعباس به دلیل دریافت نکردن حقوق بر سر کار حاضر نشدند. تراورس حقوق کارگران راه آهن رو پرداخت نکرده و به کارخانجات اندیمشک و کرج هم از برج 4 حقوقی پرداخت نکرده. از سواحل خلیج فارس به سواحل دریای خزر میریم. جمعی از شهروندان مازندران و گلستان با تشکیل زنجیره انسانی در ساحل دریای گلوگاه مخالفتشون رو با انتقال آب دریای خزر اعلام کردند. در همین رابطه خبری داشتیم که بزرگترین اجتماع دوچرخه سواری استانهای شمالی کشور در حمایت از دریای خزر قراره که روز 17 آبان در سواحل دریای خزر برگزار بشه. کمپین مخالفین انتقال آب خزر به کویر هم اعلام کردند که از این حرکت برای نجات دریای خزر حمایت میکنه. اما اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران به تداوم خصوصی سازی. کارگران گروه ملی فولاد ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به از کار افتادن خط تولید فولادسازی در این کارخانه اعتراض کردند و خواستار تأمین مواد اولیه برای این کارخانه شدند. در بخش‌هایی از این اطلاعیه اومده که بخش ذوب در حال حاضر و چند وقت اخیر فقط با قرازه خالی کار می‌کند. این حجم ضایعات و قرازه در عرض 3 سال تهیه و جمع‌آوری شده. تولید فعلی بخش ذوب و تصمیم گیری نادرست فقط به خاطر سربوش گذاشتن بر تخریب و تبدیل شمش‌های ورودی به شرکت و حجم سنگین ضایعات و مطلوب جلوه دادن تولید قسمت فولادسازی صورت می‌گیرد که در آینده نزدیک خاموشی، خسارت و لطمات جبران ناپذیری را برای شرکت در بر دارد. متاسفانه خبری هم داشتیم از انفجار در مجتمع ذوب‌آهن هرسین که موجب کشته شدن 1 نفر و مجروح شدن 2 نفر دیگه شد. این انفجار در کارگاه جمع‌آوری ضایعات مجتمع ذوب‌آهن رخ داده. طی چند هفته گذشته چندین خبر داشتیم از جان باختن کارگران زحمتکش میهنمون که به دلیل نداشتن حداقل‌های استانداردهای ایمنی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها دچار سانحه شدند. اونچه که برای آخوندهای غارتگر کوچکترین اهمیتی نداره جان و سلامتی و امنیت کارگران ستم دیده است. واقعیت اینه که سیاست خصوصی سازی به گسترش دایره چپاولگری آخوندها راه میبره و اولین قربانیان چنین سیاستی کارگران هستند.